بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم امیدوارم که در هر کجایی که هستید و برنامه خودتان برنامه زنده روشان را سلویزیون جهانه هادی نگاه میکنید همیشه سهدمند و سلامت باشین و روز و روزگارتان خوب و خوش باش عزیزان و بینندگان محترم همونطور که حتما شما عزیزان در جریان هستید دیروز در تایی یک حادثه توریستی در غرب کابل متاسفانه عده زیادی از هموطنان ما عده از هموطنان ما به شهادت رسیدند و عده زیادی هم مجروح شدند تسلیت میگم خدمت خانواده های شهدای محترم ای حادثه را و امیدوارم که ای حوادث درسی برای ما باشه که بدانیم که تنها در در واقع با وحدت کلمه است که میتونیم انشالله در برابر افراد و گروه هایی که چنین وحشیانه و شیطان صفتانه دست بشین اعمالی میزنند و در واقع خوی پلید خودشون رنگونه در برابر انسانیت نشان میدهند در برابر مسلمانان نشان میدهند بتونیم مقابله بکنیم انشالله و امیدوار هستم که وعده های الهی تحقق پیدا بکنه که فعن نه حزب الله غالبون ان اما عزیزان و محترمان چهارشنبه است همچون چهارشنبه‌ای گذشته مهمان خوب برنامه ما خانم شریفی الزاده هستند و در مورد موضوع, موضوع طلاق صحبت میکنند اجازه بدید یک سلامی هم باشون داشته باشیم سلام علیکم خانم الزاده بسیار خوش سلام بسم الله الرحمن الرحیم مرد سلام احترام خدمت شما خانم برینی عزیز و بینندگان خوب این برنامه ان که هر جا هستین سلامتی و سلامتی کامل داشته باشید انشالله بسیار تشکر از شما خانم علیزاده اما بیننده های عزیز و محترم ما همونطور که میدونید برنامه به صورت لایو هم پخش میشن میتونید از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی برنامه را ببینید برنامه‌های گذشته را هم از طریق سایت و همچنان از طریق فضاهای مجازی دیگه مثل یوتیوب و آپارات میتونید ببینید دنبال بکنید نظرات خودتون رو برای ما بمانید همچنان از طریق شماره تلفنی که زیر نویس میشه همین الان هم اگر کدام سوال از کارشناس و هم دارید برای از ما بفرستید و حتما ذکر بکنید که مرتبط با برنامه کارشناس و نام کارشناس محترم هم شریفه علیزاده که امروز در مورد موضوع, موضوع طلاق با ما شما گفتگو میکنه خانم علیزاده بح در مورد مسئله و معضل بسیار تلخ طلاق از در هفته گذشته مفصل شما در مورد عوامل روانی طلاق صحبت کردید اگر فکر میکنید نیاز است یک مختصر از برنامه گذشته بفرمایید وگرنه که وارد بحث امروز بله همطور که بینندگان عزیز در جریان هستند موضوع کلی برنامه ما بررسی عوامل و آسیب های روانی و اجتماعی طلاق است خب در قسمت های قبلی برنامه ما در هر قسمت یک عامل را بررسی کردیم برنامه قبلی ما روی عامل روانی بله. و اختلالات روانی بود که ممکنه یکی از همسران دچار باشه و چگونه باعث بروز مشکلات و چالش و تنش در زندگی میشه خب مفصل گفتیم و گفتیم که سلامت روحی مثل سلامت جسمی مهم هست و همونطور که سلامت جسمی میتونه تاثیر گذار باشه در یک زندگی موفق سلامت روحی و روانی هم میتونه تاثیر گذار باشه به همون اندازه اگرچه در زندگی شاید زیاد مشهور نباشه و مهم جلوه نکنه ولی تاثیر بسیار موثر خود داره و میتونه اگر کسی تو چار مشکلات روحی و روانی باشه متاسفانه زندگی رو به اختلال به مشکل و چالش بکشه خب امروز قصد داریم روی یک عامل دیگه بحث کنیم که تاثیر گذار در پدیده تلخ طلاق خب یک واقعیتی هست که در جامعه رواج داره و گفتیم که روز به روز هم به خاطر زیاد شدن مشکلات زندگی و خاطر زیاد شدن بالاخره کم شدن سلامت روان بسیار از افراد خب این مشکلات به بیشتر میشه این متاسفانه چشم گیرتر میشه و آمارهای طلاق هم در جهان سوم روز به روز گسترش پیدا کرده خب اینه که ما اگر بیایم مورد بررسی قرار بگیریم عامل اقتصادی از اون رو میخوایم ببینیم که ببینید در پدیده طلاق تنها همیشه یک عامل موثر که ما فکر کنیم که یک عامل منجر میشه به طلاق یعنی مجموعه از مجموعه اول... از عوامل دست بله کنار هم همیشه مجموعه از عوامل متاسفانه منجر به طلاق میشه فقط فرس یک عامل روانی و یا بگیم یک عامل اجتماعی نیست بلکه چند عامل کنار هم دیگه معمولا هستن و پدیده طلاق رو به وجود میارن عامل اقتصادی هم مثل دیگه عوامل مؤثر هست و میتونه یک زندگی رو به خطر و چالش و مشکل برسانه و گاهی وقتا گفتیم یک زندگی ممکنه تداوم پیدا کنه با طلاق عاطفی یعنی به طلاق رسمی و یا قانونی نمیرسه ولی با همین طلاق عاطفی متاسفانه خب عمر میگذره زندگی مم. جریان داره تداوم پیدا میکنه ولی خب تعلق خاطر و صمیمیت بین زوجین وجود نداره و یک خانواده بیروح یا خانواده سرد یا خانواده ای که کسی به همدیگه تعلق روحی و روانی نداره متاسفانه شکل میگیره خب چگونه میخوایم ببینیم که موقعیت اقتصادی و یا وضعیت اقتصادی میتونه منجر به طلاق شن وقتی زندگی شروع میشه معمولا جوان ها خب بسیار با احساسات زندگی رو شروع میکنه و فکر میکنه که همین که نسبت به هم دیگه علاقه داشته باشیم و صرف همین ابراز علاقه و احساسات کلی که مشکلات حل میکنه و همینطور که در شروع زندگی بسیار خب بل... گرم هست و بسیار و خب بلاخر با شور و... با عشق و با دوست داشتن شروع میکنن خب دیگه تداوم زندگی هم میره هست میگه که اگر که مثلا ما هم دوست داشته باشیم در زیر یک مثلا خیمگگ هم زندگی میکنیم و یک خانه بله. ساده هم زندگی میکنیم بله. خب پدر مادر ها که بای واقع داشتنوین و به قول معروف تلخی تعم و تلخی روزگار رو چشیدن و هرچی که به بچه یا دختر خود میگه خب بچه من دختر من این زندگی مشکلات دیگه مشکل ها داره ام. پس داره خب وقتی که مشکل موقعیت مالی مناسب نداشته باشه قطعا دچار مشکل میشیم یا در بچه میگه که و شما الان خب دیست خالیه وضعیت مالی خوب نداره زندگی را که شروع کنی چی رقم میتونه ایدار کنه چرا مسئولیت میپذیره و خب میگه ما همین که هم دیگه رو دوست داریم کافیست همین که ما نسبت به هم علاقه داریم کافیست فکر میکنم بقول شما یا یه حرفای رویایی میزنه که هم یک خیمه باشه و یک دشت و صحرا باشه ما زندگی رو شروع میکنیم درسته مهم هست نمیگیم که علاقه و دوست داشتن نسبت به هم دیگر مهم نیست چرا مهم هست ولی تمام اصل نمیشه ولی اصول دیگه هم باید کنار زو باشه یعنی تنها موردی نیست که فقط با او باید زندگی کرد وقتی کم کم وارد زندگی میشه واقع... واقعیت ها رخ میکنه و نشان میده خدا اون وقت که است که تنها با دوست داشتن نمیتونه تمام مشکلات زندگی را حل کنه یکی از این واقعیت خب مسئله اقتصادی است که بله. بسیار مهمه ببینین خب هم در اسلام سفارش شده و هم در علم روانشناسی که میگه وقتی که یک دختر و پسری تصمیم به شروع زندگی میکنن اینه که در اسلام خوبیتا روایت داریم و که هم کف هم باشن مم. یعنی در سطح هم دیگر باشن یعنی سطح اقتصادی هم بله. مواردی که باید به بکنار هم نزدیک خب در, علم در علوم اجتماعی و روانشناسی این طبقه اجتماعی جلبه میکنه و مربوط به طبقه اجتماعی منظور از طبقه اجتماعی چیز هم کف بودن یعنی از لحاظ فرهنگی از لحاظ اجتماعی از لحاظ اقتصادی باید دو خانواده که با هم وصلت میکنه تشابه داشته باشه نزدیک به هم باشه تفاوت آنچنانی نداشته باشه خب اگه گاهن... مثلا چون در فرهنگ ما است که بچه است که اون من خرج زندگی میده خرج رو سر میده خرج... زیر میده و دختر خانم عموما هیچ هزینه ای رو پرداخت نمیکنه نه دختر خانم و نه خانوادهش نه خب اگر فاصله طبقاتی بین نه باشه که مثلا بچه از یک خانواده بسیار ثروتمند باشه دختر خانم یه خانواده معمولی تر باشه یا حتی فقیر باشه یعنی در این صورت هم باز مشکل ایجاد میشه بله باز هم مشکل خود ایجاد میکنه ببینید اگر ما بگیم که خب مشکل نیست بالاخره پسر که مسئولیت زندگی خانواده داره موقع اقتصادی داره خب وقتی دختر وارد این زندگی میشه خان فاصله تحصیل طبقاتی تاثیر خود میگذاره خب ما گفتیم که همیشه در یک ازدواج خب فقط دو نفر نیست که با هم زندگی میکنه دو قوم دو فامیل هست که با هم وصلت پیدا میکنه خب اینا اشتراکات باید با هم داشته باشه خب وقتی بسیار تفاوت داشته باشه فرهنگ ها تفاوت داشته باشه تاثیر خود میکنه یا لحاظ مذهبی تفاوت داشته باشه باز تاثیر خود میکنه هم در زندگی مشترک و هم در تربیت فرزندان خب اون سبکی که او مادر تربیت شده او خانواده یعنی شما میفهمید اگر که ترب... تفاوت اقتصادی باشه این منجر به تفاوت فرهنگی بین خانواده میشه؟ میشن قطعا تفاوت اقتصادی تفاوت فرهنگی را به خود دنبال خود داره تفاوت مذهبی را داره باید همه اینها سعی کنیم تشابه داشته باشه خب هم. گاهی وقت هست که ما خب تفاوت اقتصادی رو زیاد داریم ولی خب لحاظ فرهنگی در یک سطح هستیم و باز کمتر میکنه مشکل خب میگیم چون که اون چیزی اگر ما مثلا خانواده دختر مخصوصا اگر لحاظ اقتصادی در مرتبه ضعیفتری وجود داره با هر دلیلی حالا ما نمیگم پدرش مثلا ممکنه پدرش در قید حیات نباشه ممکنه بالاخره مریض باشه با هر دلیلی ولی لحاظ فرهنگی غنی هست اللحاظ سواد و علم و دانش غنی ای دختر بالاخره و اللحاظ مذهبی تشابه داره با خانواده پسر وقتی خب وصلت میکنه خب این عامل های دیگر کنارش داره درسته که اللحاظ اقتصادی فقط تشابه نداره ولی چون عامل های دیگر طبقه اجتماعی را داره باز مشکلاتش کمتر است مم. وقتی من میگم تشابه طبقه اجتماعی صرف مسئله اقتصادی نیست که بگیم هم فقط اللحاظ اقتصادی مم. برابر باشد که کلگی مشکلات حل نه وقتی میگیم مسئله طبقه اجتماعی خب مسئله مذهبی هست مسئله فرهنگی هست مسئله سطح سواد و علم و دانش هست و مسئله اقتصادی هم کنارش میتونه باشه میتونه باشه بله میتونه باشه پس به این حالتی رو میشه فرض کرد که این تفاوت ها وجود داره با وجودی تفاوت ها هم زندگی خوب داشته باشن ولی خب احتمال عدم موفقیت در زندگی با وجودی تفاوت ها بیشتر بله خب آمار نشان ام. میده آمار ها نشان میده که زوج هایی که تفاوت طبقاتی محسوسی ام. ندارن معمولا آمار مشکلات اختلافش هم پایین تره پایین تره ولی میان برنامه رو از تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم اگر کدام سوال از کارشناس محترم دارید همین الان هم از طریق شماره تماسی که زیرنویس شده میتونید که با ما در ارتباط شوید و سوال خودتان را بفرستید بعد از میان برنامه برمیگردید خودتان برنامه زندگی روشنا را جهانی هادی نگاه میکنید ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفی با موضوع عوامل اقتصادی طلاق خانم الزاده شما در مورد اختلاف طبقاتی صحبت کردید و که نباید که فاصله بسیار زیاد باشه بین خانواده دختر و خانواده بچه از لحاظ وضعیت اقتصادی و فرمودید که فاصله اقتصادی از اون جهت اهمیت داره که ممکنه منجر به فاصله فرهنگی شود و اوست که بسیار تاثیر زیاد میذاره بله و همطور در زندگی خب با فاصله طبقاتی خواه جاهایی ممکنه یکی از زوجین سرخورده شد و یا یک جاهایی بالاخره این تخیر احساس, احساس کم کنه و حتی اگر خودش این احساس نداشته باشه خانوادش بازی احساس آه. داره خب بسی... گفتیم بسیار خب بالاخره مراسمات برای فامیل دو طرف هست که باید اشتراک داشته باشه هر دو خانواده خب ممکنه در این مراسم اختلافات باشه و نشان داده شود و این منجر به یک مشکل شود پس بنابراین بهتر است که تشابه تق... طبقاتی رعایت شود و گفتیم در تشابه طبقاتی خب چند فاکتور است حالا ممکنه یک فاکتور نداشته مم. باشه فاکتورهای دیگر را داشته باشه باز مشکل به ما اندازه کمتر میشه مم. ولی اگر تمام فاکتورها رو نداشته باشه قطعا مشکل بیشتر میشه اگر شرایطی باشه خانم علیزاده که وضعیت اقتصادی خانواده بچه بسیار پایین باشه و خانواده دختر یک وضعیت متوسط یا رو به بالا داشته باشه ولی از لحاظ فرهنگی کاملا اینا با هم اصطلاحا مچ باشند هیچ مشکلی باشن. هم نداشتن در این صورت خب ببینید اینجا باز یک مشکل دیگه پیش میاد که ما بهش میگیم اعمال قدرت پول در بزینی بود که میخواستم خدمت شما عرض کنیم. حالا که رسید مبحثش ببینید یک موقع هست که خانواده پسر یا دختر فرقی نمیکنه ضعیفتر از لحاظ اقتصادی ولی خب تشابه مذهبی رو داره تشابه فرهنگی رو داره تشابه اجتماعی رو داره مم. و سنخیت داره از این لحاظ با هم ازدواج میکنه هیچ مشکلی نیست ولی ما یک چیزی داریم به نام اعمال قدرت با پول خب وقتی خانواده حمایت میکنه بچه خدا چون حمایت مالی میکنه بچه ضعیف بالاخره متکی است و خانواده همسر خوب. خب خانواده همسر رو حمایت مالی میکنه و چون حمایت مالی میکنه انتظار داره که خواسته خواسته برآورده خب اگر اون داماد نتونست خواسته های خانواده همسر خود برآورده کنه دچار مشکل میشه زندگیش و میگه ما ای داماد حمایت کردیم این داماد از اول چیزی نداشت ما به کار دادیم ما پول پیسه دادیم ما دا مثلا امکانات زندگی را فراهم کردیم ولی قدرشناس ما نیست چرا به خاطر او خرجی کرده او پولی که برای هزینه کرده انتظار داره که اعمال قدرت هم زندگی داشته باشه و برعکس از اون میتونه باشه که وقتی که خب کلا خانواده پسر یا حمایت کنه و خب بالاخره و خانواده دختر ضعیفتر باشه باز هم به هر حال همین مشکل داره و میگه که خب ما پسر هم, هم حمایت کردیم و انتظار داریم باید اون چیز خواستهای ما را برآورده کنه و ممکنه خب برای عروس خانواده سخت باشه که به خاطر حمایت مالی باید تن بده به خواستهای خانواده شوهر چنین چیزی خواهنخواه ایجاد میشه بله مخصوصا در جامعه ما چون که جوان ها بالاخره وابسته است به خانواده و شاید برای شروع زندگی اون هزینه کافی را برای شروع زندگی نداشته باشه برای چند یا اینکه حتی زندگی ها مشترک هست خرج ها مشترک هست خانه های تاثیر خود میگذاره و میتونه یک منشه اختلاف باش تری یعنی الان در خانواده های سنتی در کشور ما عموما این رقم است که عروس وقتی که ازدواج میکنه به خانه خانواده بچه موره و بچه خودش مثلا به سر کار میکنه یا در کشور دیگه هست کار میکنه در ایران از پاکستان است اروپا است و عروس خانم با خانواده همسر خودش هست و اینها خرجوره میده همین ناخداگا باعث میشه که اونها یک حس قدرتی نسبت بره. به عروس داشته باشن که عروس باید هر حرفی که ما بزنیم انجام بده چون میگه خب ما زندگی شما رو تامین میکنیم مهم. پس بنابراین باید این اعمال نفوذ و اعمال قدرت اونها بپذیره و از گپ اونا از اون چیزی که خواسته های اونها معمولا باید چشم پوشی نکنه خب این چیز بعدی، خب خب بالاخره اینا حمایت این این انسان کلا دوست داره که آزاد باشه مهم. و وقتی این حس بیاد احساس بندی میکنه احساس میکنه که در اسارته و اگر خلاف عمل کنه و سلیقه خود عمل کنه خب منجر میشه به مخالفت بالا با مادر شوهر یا خواهر شوهر یا بالاخره خانواده همسر خود دچار مشکل و نزا میشه خانه البته زنهای ما در جامعه ما خب بسیار صبورتر هستن بسیار قانع هستن نسبت به زنهای جوامع دیگر و حتی همین کشورهای همسایه ما بسنجیم خب زنهای افغان معمولا انسانهای صبورتر قانه تر هستن و آستانه تحملشون بالاتر است و همین منجر میشه که زندگی ها پایدارتر باشه و مه. کمتر دچار تنش باشه ولی خب در نسل جدید امروزیمون ما این بردباری کمتر است شاید مادران ما شاید مادر های ما با همین سبت زندگی کرده و هیچ مشکلی هم نداشته ولی ما این انتظار را نمیتونیم از دخترهای جوان امروزمون داشته باشیم که اینها هم مثل ما قناعت داشته باشن این هم... نشان دهنده که ما دختر دختران نمون رو نتونستیم خوب تربیت بکنیم خب زمانه, تغییر, زمانه کرده. تغییر کرده زمانه به زندگی تغییر کرده ارتباطات تغییر کرده خب ما نمیتونیم که اونها رو مثل خودمون بار بیاریم مم. و انتظار داشته باشیم که همون صبر و بردباری که ما داشتیم اونها هم داشته باشه برای همین است که زوج جوان معمولا بیشتر اختلافات رو دارن دست. نسل جدید معمولا تحملشون کمتر هست و مثل قبل قناعت رو ندارن و مشکلات بیشتر جلوه میکنن خب پس بنابر این ما گفتیم که وقتی فاصله طبقاتی باشه و حتی اگر یکی مم. از والدین خب مسئولیت حمایت از پسر درستن. یا دختر رو برعهده بگیره این مشکل پیش میاد درسته خب من باز چیزی که به ذهن من میرسه که از شما پرسان کنم است که ببینید از لحاظ شرعی و از لحاظ قوانین حقوقی مرد وظیفه است که تأمین بکنه مایحتاج خانم خودش را در خانه بلد بلد وقتی که تأمین مایحتاج میکنه خب از اون طرف دیگه این مسئله که شما فهمودید ایجاد میشه اعمال قدرت از طریق مالی ایجاد میشه یعنی مرد میخواد که سلطه پیدا بکنه ببینی وقتی مرد یک خانواده ام. زندگی رو شروع میکنه مسئولیت تامین امور مالی خانواده است و این حق واجب شرعی یک زن هست که نفقه خود دریافت کنه از مرد خودش بحث من اینجاست که وقتی اون مرد مشکل مالی داره خودش نمیتونه نفقه زن خود را کامل پرداخت کنه نیاز داره که خانواده اون مرد او را کمک کنه حمایت کنه وقتی دستش دراز است به سمت خانواده خودش او خانواده به طور غیر مستقیم اعمال قدرت میکنه روی عروس خود وگرنه خود مرد وظیفش هست باید من نفقه خانم رو پرداخت کنه و امورات مالی خانواده بر عهده او است ولی یک جایی که این مرد به هر دلیلی بالاخره قدرت مالی وضعیت اقتصادی چون بحث ما بحث ام. اقتصادی وضعیت اقتصادی ضعیفی داره و خودش توانایی اداره زندگی خود نداره از لحاظ مالی وابسته به برادر خود وابسته به پدر خود وابسته به خانواده خود و از اونها کمک میگیره برای اداره زندگی خود خانه و خواسته های اونها هم در زندگی این تاثیر خود میگذاره یک مسئله فرهنگی باز بین ما وجود داره که مثلا عموما خانواده سعی میکنن که بچهشان در سن بسیار کم ازدواج بکنن بله. در سنی که حتی ممکنه که تحصیلات خود در مکتب هنوز به پایان نرسانده باشه هنوز نه هیچ ای نداره هیچ درآمدی نداره ازدواج میکنه و میگه ما تو رو تامین میکنیم بله. خب اینجاست ده... که باز اعمال قدرت ایجاد میشه اعمال قدرت هست مشکلات رو داره خب در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه معمولا وقتی یک پسر کاملا مستقل میشه مم. و از سن قانونی خود خب هزینه ها و درآمد هایی که داره و سنداز هایی مم. که داره مخصوص خودش است وقتی زندگی رو شروع میکنه و با هزینه خودش شروع میکنه و حتی دیگران کمک هم نمیکنه با اوصاد حالا یک چیزی به عنوان تحفه به عنوان هدیه شاید از طرف والدین خود دریافت کنه ولی مسئول تسهیل زندگی با درآمد خودش هست خب خودش مسئوله و این هزینه رو پرداخت میکنه و هیچ خب توقعی هم نداره ولی در جامعه سنتی مثل کشور ما چون پسرها در سن خوردتری دامون میشه و, و درآمدی نداره و به خانواده پدری خود هست خب عروسی هم که میاره چون نیازهاش از طریق خانواده شوهر تأمین میشه خانه ها زیر سلطه خانواده شوهر است و این موجب اختلافات میشه گفتیم در قدیم شاید این اختلافات سرپوش گذاشته شد بردباری و صبوری مادران بود که خب نشان دادن نمیشد ولی نسل جدید ما نمیتونه بپذیره <applause> نمیتونه که زیر سلطه یک خانواده دیگری باشه یعنی باید در نهایت تمام تلاش جناب همسر آقای خانواده مرد خانواده این باشه که تأمین بکنه خانواده خودش را و اگر نمیتونه خب یکم صبوری به بده صبر خب این فرهنگ سازی شه و از طرف خانواده و خب حمایت دولتی هم کنه و بله اون هست سر جای خودش حمایت های خانواده هم طوری باشه که خب ما داریم وظیفه پسر خود انجام میدیم نباید لطمه روحی روانی و یا منتی بر عروس خانواده باشه درست اینو باید بپذیریم درسته. خب خانم علیزاده اگر که در همین زمینه موردی هست که ذکر بکنید اگر نه که باز یک میون برنامه رو ببینیم بخارم. بسیار تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم همین الان هم میتونید که از طریق شماره تماسی که زیرنویس شده با ما در ارتباط شوید اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید برای ما بفرستید و حتما ذکر بکنید مرتبط با برنامه روشناست و کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده روزهای چهارشنبه حتما سعی میشه به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شوه برنامه به صورت لایو از طریق فیسبوک از طریق اینترنت هم پخش میشه از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و برنامه گذشته را هم میتونید هم از طریق سایت تلویزیون جهانی و هم از طریق فضاهای مجازی مثل آپارات و یوتیوب ببینید ان شاءالله نظرات خودتون رو برای ما بمانید اگر هم کدام سوال دارید هم میتونید که از طریق همین فضاهای مجازی برای از ما سوالات خودتون را بگذارید و ما سعی میکنیم که به سوالات شما عزیزان پاسخ بدهیم بعد از یک میان برنامه کوتاه برگردیم شما همچنان برنامه خودتان برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی میبینید یک سلام ویژه هم تقدیم به شما عزیزانی که نو به جمع ما پیوستید موضوع که امروز کارشناس محترم با ما و شما در مورد صحبت می‌کنند علل و آسیب طلاق هست و امروز اختصاصا در مورد عوامل اقتصادی طلاق صحبت می‌کنند کارشناس محترم خانم شریفی علیزاده و در خدمت شما هست در بحث اقتصادی که عنوان یک عامل گذار هست در اختلافات زندگی مشترک ما میتونیم به موضوعی به نام حبس نیاز ها اشاره کنیم حبس نیازها ها یعنی چی وقتی خب زن خانومی ازدواج میکنه و میدانه که شوهرش لحاظ اقتصادی ضعیفه خب معمولا سعی میکنه که خواسته های کلانی نداشته باشه و معمولا قناعت داره بله. خب آنقدر این قناعت در زندگی به خرج میده و هر خاصی مایلی که داره خب بالاخره به عنوان یک خانم دوست داره مثلا یک کالای نو بشه ولی خب چون میبینه که جیب شوهر مخالیه خالیه سکوت میکنه و یا به قول مرد حبس میکنه این نیاز خوده و دلش مثلا یک غذای خوب میخواد بره دم و یک رستوران یک غذای خوب ولی خب میبینه که جیب شوهرش خالیه حبس میکنه این نیاز خوده اون خانم‌ها اینا میرقم بسیار قانه یک موقع مثلا هستن. دلش میخواد یک تفرید دوست داره بره مم. ولی خب چون میبینه که امکانش رو نداره همسر خود این نیاز خود حبس میکنه وقتی این نیازهای حبس شدن میمانه میمانه روی همدیگه دیگه انبار میشه و زیاد میشه وقتی بسیار یک خاصی بسیار معمولی داره مثلا همسر خود میگه که من امروز دلم بسیار مایل کده که بریم بیرون ما بریم یک رستوران غذا بخوریم یک دفعه که این نیاز خود می... مطرح میکنه از طرف همسر خود ممکنه دوچار یک پرخاشگری و یا یک تندی برخورد حالا تو میدونی میفهمی که من ندارم و تو این یه ای خواسته رو داری <applause> یا میگه خب حالا یه عروسی بیادرم ماست یک دست لباس نو بخرم خب تو میفهمی که من ندارم خب در حالی که سالها این زن فهمیده و سالها سکوت کرده و نیازهای خود را حبس کرده الان یک نیازی که واقعا مورد نیازش هست و سالها اونو سکوت کرده ولی خب موقعیتش هست که همین خاصه رو بیان میکنه و کاملا یک نیاز معمولی است کاملا یک چیز عرف جامعه هست همین که بیان میکنه مواجه میشه با اخم شوهر مواجه میشه با مشاجره و ممکنه که به خشونت هم کشیده شود. خب این میشه... راست است که میگن در برخی از جمعه زنانه رو میگن میگن که در سر شوارت هر چقدر که میتونی خرچ کن هر چی که میتونی بخر بپوش بخور و کوتاهی نکن به خاطر که شویت بدادت میکن خب بازی منجر میشه به یک موزل جدید و اه. یک مشکل دیگه اقتصادی به نام عدم مدیریت نادرست خب درست اگر من میفهمم که خب شوهر من درآمدش خوب است خب من به میزان درآمد شوهرم خب مخارج زندگی خودم میتونم بالا ببرم ولی خب زنهایی پیدا میشه به خاطر همین رعایت همین اصل زنانگی که هرچی میتونی خرج کن خب میگه خب من ما چی شوهر ما در اومده چی داره نداره من کار ندارم باید تلاشش رو بیشتر کنم نیاز خود میخوام من مثلا سر عروسی کالا اینا میخوام من طلا ما من مهار زندگی فلانی ولی من دیگه زن داشتم خرج داره خرج و میگه خب به هر من کار ندارم در تو چی کس از کم از زیاد است باید این نیازهای ما رو برآورده کنی خب این یک ای بار دو بار بالاخره ممکنه شوهر قرض کنم ممکنه شوهر تحت فشار قرار بگیره و هر دلیلی سعی کنه نیازی زن برآورده کنه ولی کم کم مونجا منجر میشه به اختلاف کم کم شروع منجر میشه به تنش به چالش در زندگی خب یک جایی مرد کم میاره واقعا و میبینه که نمیتونه واقعا این خواسته رو برآورده کنه خب می میاد با زن مشاجره میکنه و که شما کمی خواسته خود رو کمتر کن مثلا ما اگه یک ماه پیش تو کالای نو خردیم حال دسر از این ماه دسر از نو نمیتونم کالای نو بخرم خب این قناعت داشته باش و با همون کالای قبلی خود مصرف کن خب وقتی که زن اینجا تناسب نداشته باشه، مدیریت نتونم مخارج خانواده را نسبت به درامت های خانواده یه میشه یک موزلی میشه و مشکل ساز میشه و میتونه منشه بروز اختلاف باشه این در واقع میشه گفت که در هر کاری باید حد وسط رو بارن را بله و آقلانه باید خرج کرد و تعادل رو را باید رعایت کرد در همه زمینه ها در زندگی میشه خب یک بحثی دیگه هست که خب ممکنه یک شوهری باشه بیکار باشه <تصف> بعض آدم ها دیدیم که کمی سوسته بیکاره یا تنبله بیحاله حوصله کار به صورت نداره خب ممکنه زندگی را با فقط با هست و یا با ما اصل دوست داشتن شروع کرده باشد وقتی وارد با زندگی میشه میبینه که نه از عهده تامین مخال زندگی بر نمی آید و یک آدم سوسی از خب میگه بره سری یک روز میره سری کار دو روز دیگه در خانه خو میکنه باز دو روز دیگه میره سر کار باز عمی، عمی، کار رها میکنه اطفالی که خانم زاد در مثلا در کابل هستن اطفال میبینی که به سر کار میرن و در خیابان ها هستن الا اگه ایده متاسفانه باز گدایگری میکنند باز بیشتری از این اطفال کار میکنند در ها، ازشون که پرسان میکنه تو یتیم هستی پدر داری نداری بسیارشون میگه ما پدر داریم پدر نخونه ولی بیکار است پدر کار نمیکنه خب بعضی چه مر... اتفاق میفته بعضی مردها مرد متاسفانه حالا یا تک فرزند بوده یا پدر مادر به او مسئولیت امه. نداده از کودکی یا در خانواده رها شده و هم برای خودش بوده بدون که مسئولیتی و کار را قبول کنه یا همیشه در خانواده از طرف دیگران حمایت میشده و خب مستقیما رو برده وارد زندگی کرده اونجا میمانه دیگه پس بنابراین اگر فرمالان والده که فرزند پسر دارین مخصوصا از همون ابتدا مسئولیت در اونها یاد بدین مم. که شما مسئول تأمین زندگی در آینده خواهید بود بنابراین سست و تنبل و بیکار نباشه و یه حتما یک حرفه ای را یک شغل را از همون کودکی با توجه به استعداد و بچه برین در چه زمینه ای اگر اهل درس در زمینه تحصیل اگر اهل یک فن اهل کار در زمینه کار اگر اهل هنر در زمینه این استعداد یابیش بسی به والدین داره که با دوشیار باشه نوست. و هر بچه خود هدایت کنه حمایت کنه از همون کودکی تا در جوانی مستقل شود وقتی با استقلال زندگی خود شروع میکنه خب میتونه یک زندگی رو مستقلانه اداره کنه اما بچه‌ای که تنبل است و خانواده هم مدام میگه خب خیره این کار نمیکنه خیر ما تامین میکنیم خیرم زندگیش هم ما تامین میکنیم یک وقت پدر مادر سر میگذاره دنیا میره خب کی زندگی نه تامین میکنه چون چون عادت کرده و کمک دیگران و عادت کرده و تن پروری عادت کرده به بیکاری نمیتونه از پس مخارج زندگی برای بنابراین یا اطفال خود روانه بازار رو سرک میکنه که شما برین یا طلبگری کنین یا مجبور به کار میکنه از مکتب میکشانه و این موزلات و مشکلات به وجود میاره که دیگر خانواده تحمل نمیتونه و میگه خب از هم جدا شدیم بهتر است یک نکته هم وجود داره برخ از افراد که حالا در یک زمینه تخصص دارند ممکن حتی مدارج تحصیلی بسیار بالایی هم طی کرده باشه مدرک داشته باشم، ماستر باشد، دکتر باشه و به هر دلیلی الان موقعیت کاریش در او وظیفه که قبل از این اورد داشت و درآمد بالایی هم داشت وجود نداشته باشه ولی در نهایت باید بپذیریم که طبق قانون، طبق شریعت اسلام و طبق عرف و فرهنگ و انعنات ما وظیفه خرج مخارج بر پدر خانواده است. آه. ای که ما توقع داشته باشیم که اطفال ما برن کار بکنن، عالی ما شش تا اولاد دارم، عالی وقتی است که اینها کار کنن، نه شاید وقتش نباشه، وقتی است که تو به عنوان یک پدر کار بکنه درست است که کار سخت است درست است که نمیتونی در زمینه تخصصت کار بکنی سختی رو انشالله بکش باز در یک روزی برسه که اولادت بتونن که اینها کار بکنن وقتی که وقتش باشه خب بنوکی که شروع کردین گفتین که خب ممکنه بسیار از افراد داره داشته. تحصیلات داشته باشه ولی کار متناسب با اون تحصیل خود در جامعه نداشته باشه خب این برمیگرده به یک مشکل اقتصادی دیگری به نام اوضاع بد اقتصادی جامعه وضعیت خراب اقتصادی جامعه جامعه ای که جنگ باشه جامعه ای که خب امنیت نداشته باشه جامعه ای که دوچار تنش باشه ام. به ثبات سیاسی و اجتماعی نداشته باشه خب بیکاری رو داره بیم. وقتی بیکاری میشه خب مردها معمولا از کارهایی که در شهن خودشون از در یا حرفه داره یا تحصیلشو داره تخصص او زمینه رو داره ممکنه در او زمینه کار متناسب با او تخصص خود نداشته ام. باشه و یا به هر دلیل اقتصادی اجتماعی سیاسی او کار خود از دست داده باشه و, خب و یا اگر دوشاره... کار دوم میگیره او درآمدی که کار دوم داره به هیچ وجه به اندازه کار قبلی نمیشه یعنی که مجبور به مهاجرت میشه خب در جامعه جدیدی که مهاجرت کرده قطعا اون امتیاز اون پست و یا او او مقام و او وضعیت شغلی قبلی خود نداره, نداره. بله. خب ما مم... این ممکنه خانواده دچار بحران شود ممکنه خانواده دچار مشکل شود نه تنها چه مسائل بپذیرند بله. مخصوصا خانوادهایی که در قبل در رفاه اقتصادی بوده و یک طبقه اجتماعی بالاتری داشته و بچهای اونا در رفاه بزرگتر شده با تغییر وضعیت اجتماعی جامعه خب این زندگی اینها هم تغییر کرده سبک زندگی تغییر کرده و ای یک زندگی با بحران روبرو میکنه با یک چالش روبرو میکنه تا این بحران گذر کنه بالاخره نیاز به صبوری و قناعت همسر و فرزندان داره که میتونه هر کدام یک کمک کنه تا زندگی بچرخه و درسته که مثل قبل شاید نشه ولی خب باید کمک کرد تا زندگی تداوم پیدا کنه و باید درک کرد اینجا که همسر تلاش خود کرده خب این جامعه این وضعیت جامعه باعث شده که کار خود دست بده پس یعنی طبق چیزی که شما فرمودید در شرایطی که جامعه دچار بحران میشه احتمال اینکه خانواده طلاق بگیرن بسیار آمار طلاق هم میتونه بالا بس گفتم به آسانی تحمل و یا بردباری و یا اینکه بگیم همکاری همسر و فرزندان دارم ممکنه منجر بشه خیلی وقتا هم بالاخره هموطن ما که مهاجرت میکنه وارد یک جامعه جدید میشه مم. خیلی وقتا زندگیشون به جدایی میکشه یا اون فرهنگ جامعه میزبان تاثیر خود میکنه و یا اینکه اون موقعیت اقتصادی مرد تغییر کرده و خانواده و چالش های که قطعا مواجه بسیار مجرد و بله درست است در روز دو دقیقه خانم علیزاده در یک موزل دیگه هم که باز در جامعه ما بسیار رایج است در جامعه سنتی ما مشکل چند همسری هست امه. خب یک مرد یک موزل در نظر به عنوان یک موزلی که باز خب چالش اقتصادی رو به وجود میاره خب مردانی که خب چند همسر اختیار میکنن حالا به هر دلیلی خب قطعا در جایی که یک مقدار بحران در جامعه ایجاد میشه مثل الان یا مثلا بالاخره بیکاری کولت سین، بیماری هر چیزی مم. ممکنه باید که موقعیت شغلی قبلی خود نداشته باشه و با چند همسر میخواد تامین درآمد داشته باشه یعنی در یک خانواده داشته باشه که خرج یک خانواده رو بده خرج دو یا بله سه خانواده تامین میکنه خب قطعا سخت است و مم. و اینجاست که خب این مشکلات وقتی که مرد خانواده گفتیم با کهولت سن با بیماری با مهاجرت با جنگ با هر دلیلی اون موقعیت اقتصادی قبلی خود نداره و نمیتونه سه خانواده رو تامین کنه سه همسر رو تامین کنه خب وقتی که تغییر پیدا میکنه موقعیت اقتصادی منجر به مشکلات میشه خب هر همسری توقع خودش را داره هر همسری میخواد که اون معاش زندگی خود باید تامین شود حالا یه همسر نمیتونه خب اینجا دچاره مشکل از دچار بحران است و یا میتونه یک زمینه اختلاف و جدایی شود که بگه خب حالا که نمیتونید معاش مرا تامین کنی حالا که نمیتونید نفقه مرا پرداخت کنی خب م جدا میشو. چقدر خانم الزاده انسان باید دقت بکنه به این مسائل من اینن چنین موردی رو بچیش می خودم دیدم که آقای سه خانم داشت و سه خانواده داشت باز با وضعیت اقتصادی بسیار خراب کرد از این خانوادهش با چالش های بسیار زیاد اقتصادی با... گریبان گیر بودن خانم چهارم گرفت که باز باعث شد که سه خانوم دیگه طاقت ن... نیاورن و اینا باز طلاق گرفتن و خب سه خانواده سرگردان شد و های چقدر مشکرم. بله بله یعنی انسان هر تصمیم میگیره درسته که ممکنه کاملا روا باشه شرعی باشه از لحاظ شرعی مشکل نداشته باشه ولی خب عقل انسان حکم میکنه با توجه به شرایط خودت یک تصمیم عاقلانه بگیری بتونی از عهده کاری که تصمیم گرفتی انجام بدی بتونی برای او ان ناکام و صرف کنده در برابر خودت و جامعه و خداوندگاه بسیار, بسیار استفاده کردیم مثل همیشه بسیار عالی بینندگان عزیز و محترم از شما هم تشکر می کنم تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید ان شاء الله برنامه های آینده را هم از دست نمیدید روزهای و کارشناس محترم با خانم شریفه الیزاده با موضوع طلاق علل و عوامل آسیب های طلاق با ما و شما گفتگو خواهند کرد سوالات خودتان را از طریق شماره تماسی که زیر نویس شده از طریق و تلگرام برای ما بفرستید و امروی کاشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص می شویم بزرگواران در پناه خداوند مهربان باشید اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم